منم سلام میکنم خدمت شما برادر عزیزم مرتضی، همینطور سلام میکنم به برادر احمد، مهدی برایی که در آلمانی هستند و به طور فشرده ولی بسیار گویا تمام مواردی که ضرورت داشت در این برهه تاریخی رو بیان کردند و همینطور به دبیر گرامی شورا مزدلوی محسن رضایی که یک بار دیگه خب هستیم با هم میتونیم صحبتی داشته باشیم در رابطه با واقعا همیاری و چیزایی که الان گفته شد. یه مطلبی من فکر نمی کنم میشه اضافه کرد جز این که باید یک بار دیگه تکرار کنم که بله ما همه درخواست داریم که هر کی میتونه کمک کنه و این درخواست از داخل من این شبا که گوش میکردم به مناسبت هایی که پخش میشد، پیام های کانون های شورشی، ویدئوهایی که فرستاده بودن مردم، که اونها که به هر صورت از حقوق روزانهشون زدن و الان اشاره کردن کسی که خانهشو فروخته و که اون زنی که زن شیرزنی که در اصفهان گفت سفره نونشون نشون داده تو فیلم و میگه من به اندازه یک بار از این سفره نونم 1000 تومن رو میتونم کمک کنم به سیمای آزادی. و افراد دیگه که واقعا گفتن اگه بخوایم بگیم خیلی وقت میگیره شما در مقاطع مختلف خود سیمای آزادی پخش کرده. یه نکته دیگه دارن که واقعا شما شب و روز دارین کار میکنید، چه در دوران همیاری چه قبل و بعد از این هم همینطور خواهد بود، در راه قیام هم توی که گفتن. یک نکته هم من میخواستم اینجا کمی بارزتر کنم اینه که فقط مسئله خبر گرفتن و خبر رساندن و پخش، یعنی خبر در واقع یک نوع هماهنگی هم به وجود میاد چون رژیم همه چیز رو بسته در داخل ایران و این صدا هست و این سیما هست که میتونه پیام خود مردم رو و قیام مردم رو گسترش بده در داخل ایران که همزمان معلمین، کامیونداران و همینطور کارگران و از خودشون هماهنگ ادامه بدن. این وجه هم هست در واقع در فعالیت سیمای آزادی. خب همینطور گفتم این مردم دارن همینطور دقیقه به دقیقه وقتی میشنوادم تو پیامشون که بایستی کمک کرد، همیاری که از صدای اونها بود و این قیام که از دی ماه شروع شده و سر باز ایستادن نداره همطور که گفتن و قیام است تا پیروزی، این رو ما بایستی که وظیفه تاریخیمون رو همونطور که از قبل تعهدایی داشتیم و بر تعهدمون ایستادیم ادامه بدیم و تک تک کسانی که این پیامای داخل رو میشنون در واقع یک مسئولیت رو دوش میاد، هر پیام مسئولیت میاره، چونی که نون شبش رو میگه، چونی که داره خونش رو میفروشه مسئولیت پیش میاره که در همه زمینه ها رسوندن خبر و همیاری و همکاری در رابطه با قیام، هر لحظه با قیام، این یک وظیفه است رو دوش تک تک افراد و به ویژه سنگینی میکنه وقتی که این خبرها هم از داخل میاد. طبیعیه که ما همه چیز خودمون بر استقلال بوده و از هیچ کسی جز خودمون که انتظار نداشتیم و نخواهیم داشت، بنابراین دستمون به سوی مردمشون استقلال اقتصادی است که استقلال سیاسیمون رو دنبالش داشته و خواهد داشت و به همین علتی که این شورا سازمان مجاهدین دقیقاً بر خودشون استوار هستن، بر روی پای خودشون، حمایت خودشون و مردم در داخل در خارج، هوادارا، چه همیاری چه کمک های اجرایی دیگه، هر نوعی دیگه که از هر جا لازمه در صحنه حاضرشن، در حمایت هایی که الان هر روز در نقاط مختلف ادامه و این خبرها شما میرسونید. بنابراین این هم یک ضرورتی است که ما وظیفمون نباستی انجام بدیم. واقعا من داشتم آخه چطور آدم میتونه سکوت کنه وقتی کولبری از صخره ها داره میره بالا و فارغ التحصیل دانشگاه است، نون نداره بخوره، میره اونجا بار سنگین رو به دوش میکشه با 1000 خطر و این جانیا پاسدارای خامنه‌ای و روحانی جنایتکار همشون همطور که مردم شعارا رو دادن دیگه،
در واقع میان شلیک میکنن و میکشن. این رژیم دشمن هر سو نسل بود. این چیزی که از اول هم آدم مسئول اول گفت دشمن هر سو نسل ماست. خیلی قبل الان میبینیم یه چیزی باقی به کشورمون دیدیم چه رسونده، از آب، از خاک، از همه چی، هوا، چیزی رو باقی نگذاشته و اگه بخواد ادامه پیدا کنه طبعا که خطرات بیشتری هست و این مقاومت وظیفش بوده و خوشحالیم که در راه استقلال و آزادی مردممون و همطور که گفتن حاکمیت ملی و مردمی هر چی بوده فدا کردن. واقعا من برنامه قبل خوده واقعا نمونه سمبول صدق و فدا که از اول سمبول صدق و فدا که از اول سرلوحه سازمان مجاهدین بوده، اونجا تجسم واقعا همین واقعیت بود و سمبول همه چی رو. پس مجاهدین که گذاشتن، بقیه هم مقدار که میتونن در این راه کمک کرده و میکنن. پس این وظیفه ماست، وظیفه ملی مونه. شعارهای مقاومت، شعارهای مجاهدینه که در داخل ایران الان تکرار شد و تمام وجوه مختلف رژیم رو در واقع نه بهش گفت و گفت مرگ بر اونها گفت. از اصلاح طلب هم شعارهایی که میدونه میگه بخوام تکرار کنم وقت میبره. فقط این نکته بگم، این هیات منت زله رو که پاک ساله روش راد در بروکسل بودم، رفت اونجا اون بالا و وقتی توطئه ها بود در مقابل توطئه ها گفت هیات منت زله، بعد در اشرف در همطور تکرار میشد. الان تو مردمه این شعاره اصلا پایه‌ای شده، هر جا میخوام برای این اولین یکی از شعاره شد و بقیه شعاره دیگه. بنابراین من درود میفرستم، وقت نمیخوام بگیرم، درود میخوام بفرستم اینجا از فرصت استفاده به تمام کسانی که مردممون که قیام کردن به پا خواستن و این خیزش رو ادامه میدن، از معلمین، کامیوندارها، کارگران شکر هفت تپه، فولاد اهواز، کشاورزان که دیگه کفن پوشیدن اومدن این آخری که یعنی در واقع حرف آخر میزنه، یا اون نمنده کارگر اون بخشی که گفت اگر من کشته شدم منو تاپوتمو بیارین اینجا قیام. در واقع من اینه که این تظاهرات و این قیام داره ادامه پیدا میکنه. سازمان اسماعیل زاده معذرت میخوام، چون به من اطلاع میدن که تماس داخل داری، میشه خواهش بکنم که من صحبتم در واقع اینجا تموم میشد، صحبت بیشتری ندارم. خواستم اینجا با درود به تمام اونها صحبتمو به پایان ببرم. بله، درود بر شما. خیلی ممنون از شرکت در این برنامه و همیاریتون با سیمای آزادی که همیشه شما در این برنامه ها پشتیبان ما بودید. درود بر شما. اینکه وظیفه‌مونه. زنده باشید. خیلی ممنون. موفق باشید. خیلی